مشکلات هم دارم، خودم هم یکی از معترضینم، ولی خب این دلیل نمیشه بیایم نظم عمومی مملکت به هم بریزیم. این حضور پرشور مردم میتونه یک تودهنی باشه برای فتنه‌گرا و آشوب طلب‌ها. وقتی فضای مجازی بسته و محدود شد، فتنه فروکش کرد. اگر آقایان بار دیگر این فضا را باز کنند، اختشاش پیش بیاد، پیش خدا و پیش این مردم جوابی نخواهند داشت. من نمیخوام اصلا بگم گرانی نیست، هیچ وقت صورت مثلا نمیخوام پاک کنیم. بله ما تورم رو کنترل کردیم، ولی کنترل تورم به معنای ارزونی نیست. گفتم شدیم مثل اسکیپی، داریم نوش نوش میکنیم، نوش نوش اونم رفت، نوش نوش اون اتفاق افتاد. تونستید وزیری برای بیکاران باشید یا نه؟ گفت چرا سوئیس دریا نداره، وزیر دریا نوردی داره؟ گفت به دلیل اینکه ایران وزیر رفاه داره. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ایرانیان سلام، شب بخیر، خوش آمدید. آوای آرامش بخش وحدت در مصلای امام. پایتخت امروز شاهد راهپیمایی نمازگزاران تهرانی بود که پس از اقامه نماز با سردادن شعارهایی در محکومیت ناآرامی‌های اخیر بر هوشیاری مردم مقابل اختشاشگران تاکید کردند. امروز و در پایان هفته غبارآلود از آشوب و نفاق که صدای اعتراضات به حق ملت را به حاشیه برد و میدان را به صحنه اختشاش و توهین و تخریب تبدیل کرد، مردم تهران در نماز جمعه با همه حرف داشتند. اول با دشمنان، دوم با سوء استفادگران و سوم با مسئولان. مردم به دشمنان گفتند کسایی که نقشه کشیدن برای ایران تو خواب به سر ببرند. ترامپ و امثال ترامپ رئیس جمهورهای قبلی آمریکا فقط کارشون دخالت در امور کشور ایران هستش. خواهم بگم ترامپ حرف اضافی نزن، در حد خودت حرف بزن، غلط اضافی نکن. یه روز نمیتونه بیاد ما رو به عنوان تروریست معرفی کنه و یه روز بعد بیاد بگه که ما از شما حمایت میکنیم. سخن دوم مردم با فرصت طلبانی بود که نه دل در گروه میهن دارن و نه انقلاب، آنها که آب به آسیاب دشمن میریزند و در این راه حتی از آتش زدن پرچم کشورمان هم دریغ نمی کنند. این حضور پرشور مردم میتونه یک تودهنی باشه برای فتنه‌گرا و آشوب طلب‌ها. اینکه تخم مرغ گرو شده به این بهونه بیاد بیرون بعد یکی دیگه بهت خط بده، این ملت نیست، این مطمئناً آمریکا، این مطمئن دشمنای ما. مشخصه که اینا با نظام جمهوری اسلامی ایران مشکل دارن. دست دشمنان برای ما رو شده، این کارهاشون نشون میده که ایرانی نیستن. دشمن امروز ما درست آمریکا اسرائیله، ولی اون نفاقی که درون کشور داره صدمه میزنه بیشترین صدمه رو داریم میبریم. و سخن سوم مردم با مسئولان بود. امروز در این جمعیت پر بود از مردمی که خود نیز به دنبال مطالبه حقشان هستند و مشکلات اقتصادی را تایید می‌کردند. ما برای حفظ جمهوری اسلامی ایران تا پایجان ایستاده ایم، اما از مسئولین لیبرال غرب زده، بیکفایت و اختلاسگر با حقوق‌های نجومی متنفریم. جنگ اقتصادی با مدیران نجومی بگیر به پیروزی نمیرسه. انقلاب قلب به خوبی هاست، باید مدام همه ارکان و همه قسمت هایی که تو این نظام دیده شده باید اصلاح بشه و فساد از توش بره. مال باخته هایی هم که به هر حال در مؤسسات مالی پولاشون رو گذاشتن بتونن شرایطی ایجاد کنن که اینا هم به هر حال مالشون پس بگیرن. امروز لابلای این جمعیت که نه تا چشم کار میکرد،
جوانها آمده بودند. من یک فوق لیسانسم، یکی دو ماه از بیکار شدم ولی مشکلاتم دارم، خودم یکی از معترضینم، ولی خب این دلیل نمیشه بیایم نظم عمومی مملکت رو هم بریزیم، اموال عمومی تخریب کنیم. هم نسبت به مشکلات حساس هستم، اعتراض دارم. پرچم ما به مقام ولایت توهین شده، ما این رو نمیپذیریم. لبیک یا خامنه‌ای، لبیک یا حسین. پرچم ما که در آن نام خداست، هر کی سوزاند یقین از ما نیست، هر کسی سوخت حسینیه ما کمتر از قاتل آن مولا نیست. ما همه با هم هستیم، مثل یک دست متحد و یک صدا در برابر دشمنان نظام و آرامش و امنیت کشور. ملت بار دیگر در بزنگا ثابت کرد که اجازه نمیدهد هیچ کسی، هیچ احد و ناسی به ملت ایران آسیبی برسد. برخی این پرچم رو آتیش زدن. والا ما هم ایرانی هستیم، به ما هم برمیخوره. سر پرچم بستید؟ بله، به خاطر اینکه نشون بدیم ما عاشق این پرچم هستیم، تا پای جلم پاش وای میسیم. امروز یک بار دیگر در طول 4 دهه انقلاب اسلامی مردم یادآوری کردند برای زنده بودن راه امام و انقلاب نیازمند نقد و اصلاح هستیم، نیازمند مسئولان دلسوز و با تقوا. امروز در نماز جمعه متفاوت نیمه دی ماه مردم آمدند و دوباره یادآوری کردند، اگرچه گله‌مندند و انتظار پاسخگویی دارند، اما در این حال از کید دشمن غافل نیستند و پشت پرچم کشورشان ایستادند. زهرا چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما. در دیگر استان‌ها هم برای چندمین روز متوالی مردم در حمایت از نظام و ارتش‌های انقلاب اسلامی و دفاع از آرامش و امنیت کشور به خیابون‌ها آمدند و اقدامات آشوبگران و حامیان خارجی اونها رو محکوم کردند. پرچم عرق ماست، پرچم شرف ماست، پرچم خون ماست. دشمنان انقلاب این رو بدانند که عشق به ولایت و عشق به وطن با خون ما عجین شده. من خونمو واسه این پرچم میدم. هنوز همین مردم اعتقاد کامل و وافر رو به این انقلاب دارن. تا زمانی که خون در رگ ماست، ما حافظ منافع اسلام و انقلاب ما هستیم. وحدت و همدلی هیچ موقع نخواهیم گذاشت. این امنیت و آرامشی که در کشور انشالله مستدام هست خدشه‌دار بشه. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. ما آمدیم بگیم که اونهایی که میخوان اختشاش بکنن، اونهایی که به اصطلاح به اموال عمومی دستبرد میزنن، این اعتراض نیست بلکه اختشاش هست. ادامه خبرها.
امریکا پشت ناآرامی کشورها. با فشارهای امریکا قراره در نشست امشب شورای امنیت با موضوع تحولات منطقه موضوع اختشاشات اخیر ایران هم بررسی بشه. معاون وزیر خارجه روسیه این اقدام امریکا رو دخالت مستقیم در حاکمیت ملی ایران دونسته و گفته امریکا از هر شیوه و ابزار ممکن برای ایجاد ناامنی در کشورهای مخالفش استفاده میکنه. رئیس جمهور ترکیه هم یه بار دیگه از دخالت امریکا و رژیم صهیونیستی در امور داخلی ایران انتقاد کرد. سخنگوی وزارت خارجه امریکا اما همچنان بر حمایت از اختشاشگران تأکید کرد و گفته تحولات ایران رو از نزدیک دنبال میکنه. جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق امریکا هم به انتقاد دولت ترامپ از حمایت نکردن اوباما از اختشاشات سال 88 واکنش نشون داد و گفته دولت اوباما در سال 88 از تجمعات خیابونی مخالفان در ایران حمایت کرد. وزیر خارجه کشورمون در واکنش به حمایت تروریستای تکفیری داعش از اختشاشگران نوشته عربستان و داعش با پیروی از ترامپ از خشونت، مرگ و تخریب در ایران حمایت می کنند. انهدام هسته تروریستی منافقین در بروجرد. اونطور که در اطلاعیه روابط عمومی اداره کل اطلاعات استان لرستان اومده با تلاش سربازان گمنام امام زمان تیم تروریستی منافقین که در روزهای اخیر اقدامات خرابکارانه زیادی رو در لرستان به خصوص شهرستان بروجرد انجام داده بودند منهدم و 4 نفر از اعضای اون دستگیر شدند. تأکید خطیب نماز جمعه تهران بر لزوم پیگیری مطالبات بر حق مردم و برخورد با فرصت طلبان و آشوبگران. شروع اغتشاشات از اعتراضات بود، اعتراضاتی که اصلش به حق بود. مردم میگن مرگ بر گرانی، ما هم میگیم مرگ بر گرانی. تا اینجای قصه کسی نگفته ناحقه، منتها ضد انقلاب سوار بر این موج شد، آموزش دیده های ضد انقلاب سوار بر این موج شدند، معترضین خطشون رو جدا کردند. صدایی که به نیابت از ترامپ نتانیاهو برمیخیزه این صدای ملت نیست، صدای بیگانه است. ملت این صدا را خفه میکنه. آیت الله خاتمی با اشاره به نقش فضای مجازی در شکل گیری ناآرامی های اخیر هم گفت فضای مجازی بود که آتش بیار معرکه بود. شما دیدید وقتی فضای مجازی بسته و محدود شد فتنه فروکش کرد. اگر آقایان بار دیگر این فضا را باز کنند، اختشاش پیش بیاد، پیش خدا و پیش این مردم جوابی نخواهند داشت. نگویند ما با فضای مجازی مخالفیم، نه، ما با فضای مجازی که کلیدش دست نظام باشه موافقیم و از زبان این ملت میگویم فضای مجازی که کلیدش دست امریکا باشد ملت موافق نیست. برجسته سازی فساد و اعتبار زدایی از رسانه ملی نقشه راه دشمن برای ناامن سازی ایران. این مقداری ما تو این داستان اخیر غافلگیر شدیم. ما باید منتظر همچین داستانی میبودیم. بهمن ماه سال گذشته، سال 95، یک جلسه استماع کنگره داشت امریکا. یه آقای اسکات مدل که ایشون این آقای مدل معروفه، چون کارشناس ایران و خاورمیانه و خصوصا ایران، میز ایران، یه چهره امنیتی است، مشاور ارشد فرماندهی عملیات ویژه امریکاست. میگه باید کاری کرد که با توجه به این وضعیت ما اعتبار زدایی کنیم از رسانه ملی ایران صدا و سیما و اعتبار زایی کنیم برای این رسانه های خودمون. پیشنهاد دوم میگه ما باید کمپین هایی رو راه اندازی کنیم از ضد ایران.
پیشنهادش کمپین مسئله زنان، معلمان، کارگران و فرق و مذاهبه. میگه روی این موضوعات باید کار کنیم. میگه برجسته سازی فساد در کشور و دولت ایران. میگه بعد موضوع فساد رو ما به گونه ای برجسته کنیم که همه مردم به باورشون بیاد که همه مردم و همه مسئولان در نظام فاسدن. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم درباره نفوذ دشمن در سطوح مختلف مدیریتی کشور هشدار داد. نفوذ جدیه. حضرت آقا بارها تکرار کردن و میکنن، چون واقعیه. وقتی در عالی ترین سطح دیپلماسی این کشور، بالاخره دیپلماسی برجام، عالی ترین سطح دیپلماسی ما بوده دیگه، جاسوس از توش میاد بیرون، جاسوسی که پوند انگلیسی میگیره و کار میکنه دیگه، نفوذ تو بقیه سطوح یه چیز ممکنیه. سعی میکنن تو مجلس هم نفوذ کنن، سعی میکنن توی دولت. من یه جا رو هدف مرا نمیدم. مردم عزیز ما، به رسانه ملی خودتون اعتماد کنید. فضا بسیار غبارآلوده، بسیار مبهمه. چیزهایی ما میبینیم در فضای مجلس که اصلا با واقعیت انطباق نداره. قدردانی رئیس مجلس از تلاش‌های پلیس برای مدیریت ناآرامی‌های اخیر. در پی ارائه گزارش رئیس پلیس از آخرین وضع حوادث اخیر کشور، لاریجانی از تلاش‌ها و زحمات کارکنان خدم پلیس در مدیریت و کنترل ناآرامی‌های اخیر تشکر و بر حفظ نظم و امنیت جامعه و حراست از اموال عمومی و شخصی مردم همراه با سعه صدر تأکید کرد. خشم پاکستانی‌ها از اتهام زنی امریکا با بالا گرفتن تنش بین اسلام آباد واشنگتن، پاکستانی‌ها امروز پرچم امریکا و تصاویر رئیس جمهور این کشور را آتش زدند. رئیس جمهور امریکا که همزمان با اعلام راهبرد این کشور در افغانستان، پاکستان رو یکی از عوامل ناامنی افغانستان دونسته بود، امروز به بهانه حمایت پاکستان از طالبان کمک‌های امنیتی به این کشور رو به حالت تعلیق درآورد. مقامات پاکستان اما میگن امریکا تلاش میکنه تقصیر شکست در افغانستان رو به گردن دیگران بندازه. برای همین هم تلاش‌های پاکستان و هزاران قربانی این کشور در مبارزه با تروریسم رو نادیده گرفته. و فانوس‌های عمار در دست برترین‌ها. در مراسم پایانی جشنواره مردمی عمار که دقایقی پیش در تهران برگزار شد، از برگزیدگان بخش‌های فیلم کوتاه و بلند داستانی، مستند و پویانمایی تجلیل شد. در هشتمین دوره جشنواره مردمی عمار 3000 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد و آثار متفاوتی در بخش‌های نماهنگ، مستند، پویانمایی، فیلم‌های کوتاه و بلند داستانی و کلیپ به نمایش در اومد. بدون تعارف با وزیری که قرار بیکارا رو سر کار ببره، رفاه رو به خونه ها بیاره و تعاون رو گسترش بده. سلام، مهمان این هفته برنامه ما 62 ساله است. متولد محله جوادیه تهران، کارگرزاده‌ای که به واسطه شغل پدر در کنار ریل راهن بزرگ شد. امروز این کارگرزاده به وزارت رسیده. وزیری که از مهمترین وظایفش رسیدگی به امور همون کارگرها و قشرهای ضعیف جامعه است. آقای دکتر، تو بچگی تو آرزویی بود بهش نرسیده باشین؟ خیلی دوست داشتم که دو چرخه هرکولس داشته باشم، نتونستم. وضعمون خوب نبود. این بار قرعه به اسم من افتاد برای این وزارت خونه، وگرنه از زمان دولت شهید رجایی تا کنون 3 بار خدا شاهده از این مسئولیت فرار کرده بودم. شما 3 وزارت تعاون، کار و رفاه، تو کدوم قسمتش فکر می‌کنید موفق تر بودید؟ اصلا ببینید، واقعا اینا به هم پیوسته است. اجازه بدید من چیزی نگم، اما خب از گروه های کلی که تو وزارت خونه باش مواجه هستیم، اینجوری میتونم بگم که گروه های بهسیستی رو خب خیلی علاقه دارم. آقای دکتر، شما وزیر کار هستید،
حالا از صحبت خودتون وام میگیرم، تونستید وزیری برای بیکاران باشید یا نه؟ گفت چرا سوئیس دریا نداره، وزیر دریانوردی داره؟ گفت به دلیل اینکه ایران وزیر رفاه داره. ما جیزان راجب خودمون میشنویم میگن. نه منظور اینه که دردی دوا شد. بله اینید ما منتها انقدر تشنگی زیاده که حس نمیشه. ما الان یه دفعه 9 میلیون بیکار درست تو دورانی که من وزیر شدم وارد بازار کار دارم میشن. برنامه‌ریزی هایی که صورت گرفت، این رشدی که الان توی 3-4 سال همینجور اومد بالا با این شیب، این رشد آثارش رو زندگی مردم معلومه بعدم میذاره. من رو امید خیلی بحث دارم و اتفاقاتی هم که این روزا توی شهر رخ داد، تو شهرها رخ داد، من به عنوان شاید یه فرصت اینا رو نگاه میکنم که ما باید خیلی چی داره متوجه بشیم. البته دای سو استفاده کردن از این. من ببینید، شما همیشه بدونید که آمریکا دلش به درد برای کدوم ملت سوخته؟ برای شیلی سوخته، برای فلسطین سوخته، برای نمی‌دونم دلش برای کی سوخته؟ اصلا ببینید حساب اینا جداست. من مطمئنم به شما دارم به عنوان هم تجارب شخصیم به شما میگم، هم به عنوان اینکه تو همین افرادی هم که اینجا بودن به شما بگم، هیچ کدوم از گروهایی که دل خوش کرده بودن به اینکه یک چیزی اجتماعی ایجاد شده، نه تأثیری دارن تو اینا، نه اصلا میتونن کاری تو ایران بکنن. ولی ما باید مواظب مردم خودمون باشیم. مردمی که میان تو خیابون ممکنه تغییر به نفع وضع خودشون بخوان، یا اینکه ما نرسیدیم بهشون، یا اینکه انقدر ذهن اینا رو خراب کردیم، دائم از فساد گفتیم، دائم از نگفتیم تو هم حرف بزن، چهار تا سیاست اصلاح کن، فضا رو هم نذاشتیم. بین تغییر به نفع مردم تا تغییر به نفع آمریکا خب معلومه تفاوت وجود داره و اتفاقا مردم هم اینو خوب درک میکنن و خوب فهم میکنن. اینو فرصتی از اینکه مردم هم احساس کردن تا یه اتفاق میفته ببین کیا شادمانی میکنن. خود این فرصت یه فرصت جامعه خودش این احساس رو میکنه. آقای دکتر اشاره کردیم به اون قسمتی که وندالیست بود و آشوبگرا، من کاری ندارم، ولی یه بخشی از اعتراضات مردم به خاطر به اصطلاح گرونی بود و بیکاری و اینا، چه صحبتی با اونا دارین حداقل در حوزه خودت؟ اتفاقا چون حالا پینگ پونگی گفتی طرفدارم، من نمیخوام اصلا بگم گرانی نیست، هیچ وقت صورت مثلا نمیخوایم پاک کنیم. بله ما تورم کنترل کردیم، ولی کنترل تورم به معنای ارزونی نیست. قدرت خرید مردم سالها اومده پایین، ما کمتر به قدرت خرید مردم فشار آوردیم و اصلاح این که مزد رو ببریم بالا، شغل ایجاد کنیم، آدم ها شغل بگیرن، یه طول دوره زمانی میخواد، اینو باید درک کنیم. ما شاید ای بابا اینو خوب به مردم نگفتیم. آخه آقای دکتر طرف میگه من با 1-2 میلیون چجوری بگذرونم؟ این میره تو ذهنش بمونه اصلا که بخواد صبر کنه؟ چرا ما بعد حرف زدیم، یه وقتی گفتم شدیم مثل اسکیپی، داریم نوش میکنیم، نوش اونم رفت، نوش اون اتفاق افتاد. یعنی نارضایتی مفهوم عامیه که ما یک سری رفتارهایی رو بروز دادیم که به یک طرف احساس میکنه هیچ چیز براش حل شدنی نیست، طرف احساس میکنه که آینده دیگه وجود نداره. من به نظر من فهم درست ما مهمه و اینکه ظرفیت نظام هم وجود داره که بتونیم به مطالبات مردم پاسخ بدیم. ما باید بدونیم سیاست گذاری درست بکنیم و همه با هم یک نوع اجماع برای حل مسائل مردم درست بکنیم. همه با هم آقای دکتر منظورتون جناهای مختلف سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب؟ شما نگاه بکنید تا وقتی که مثلا خود نمیخوام خیلی اجازه بدید برنامه‌تون رو نمیخوام تخ بکنیم و اینا. نه تخ نباشه، نمیخوام واقعا چی کنم. یعنی شما ولش کنید. ببینید ما باید به جامعهمون نشاط و امید بدیم. آدم بیکاری که امید داشته باشه ما بهش میگیم نرخ مشارکت. یعنی شما به اون طرف بیکار الان میگی امیدوار باش، درست میشه؟ امیدوار باشیم به برنامه بریزیم براش. ما الان امسال هیچ سالی انقدر ما پول برای اشتغال نذاشته بودیم. این مال یه هفته نیست. اینا از این حرفای نیست که آقای دکتر رو کاغذ و شعاره و اینطور نیست. شما امسال بیایید، هر کسی میخواد، هر کارشناسی میخواد بیاد، من 350 هزار تا دفترچه اول تامین اجتماعی در 6 ماه اول بهش نشون بدم. یعنی شغل اولیه تامین اجتماعی من بهش نشون بدم. اما بالاخره ما داریم با هدف میایم جلو. ما الان یه کف حمایت اجتماعی تعریف کردیم، اونایی که تو نهادهای حمایتیمون هستیم اونا رو ارتقا دادیم، که ارتقا دادیم دارن میگیرن الان. اینکه بالاخره خانواده 5 نفر الان 640 تومان داره میگیره با یارانه خودش. البته آدم های نگرانم قد چه یارانه؟ نه اصلا هیچ وقت بنای حسب یارانه فردی که نیازمند باشه رو نداشتیم.
یه نوع این نگاه به زندگی رو باید ما تقویت کنیم، درست کنیم روی نگاه به زندگی رو. این جامعه‌مون رو خوشبخت میکنه. اینا خیلی خوبه ولی همش به همکاران شما در دولت برمیگرده و سایر بخشا که دست به دست هم به دیگران مردم. بخشش به دولت برمیگرده، بخشش من اندازه دولت به صدا سیما برمیگرده. ببین من حرفم اینه که ما از به برکت انقلاب سیستمی که روی کار اومده اتفاقا اینو به مردم نشون میده، ما قادر به حل مسائل مردم هستیم، ما واقعا میتونیم. ما تو دنیا بالاخره جنگ داشتیم، بالاخره تحریم هزینه عزت بوده، ما نمیتونیم اینا رو بعد یه جوری باز بکنیم برای مردم. و توی فشارهای اومدیم، ناکار اومدی هم داشتیم، بله پول پاشی هم داشتیم. سال 1400 انشاءالله شما 8 سال تجربه وزارت رو پشت سر گذاشتید، چقدر امیدوارین که خیلی از این مشکلات حل شده من باشه؟ من فکر میکنم نهادهای مناسب برای موفقیت دولت‌های بعد رو حداقل ساختار. پس امیدواریم به چشم اندازید؟ قطعا من امیدوار هستم و معتقدم هستم، اگر امیدوار نبودم نمیموندم. آقای دکتر از یه شهید بزرگواری نام بردید، من دیدم توی یکی از سخنرانیاتون فکر کنم فرعسدی اگه اشتباه نکنم که گفتید مخابرات، گفتین حتی حاضر نبود که با ماشینی که در اختیارش بود مال دولت بود خانمش رو برسونه. چقدر این رویه رو الان میبینید در بین مسئولین؟ ما ممکنه الان تو سبکای مدیریتیمون بگیم میگه مدیر باید خوب تصمیم بگیره، خوب فکر کنه، ولی قطعا از نوع نگاه به بیت المال و نگاه به حق الناس باید همونجوری نگاه بکنیم، با احتیاط باید نگاه بکنیم. کدوم یکی از بستگان یا رفقاتون رو گذاشتید سر کار به واسطه مسئولیتی که دارید؟ واقعا خب این باز دروغ گفتن نداره، بچه فامیل بودن، بیکار بوده، جای تو خونه بوده، مثل اینکه خیلی دیگه سفارش میدم مدیر بکنم نکردم، اخیرا هم بخشنامه کردم. یکی از چیزایی که ناراحت هم میکنه میفهمم که بالاخره یه کسی به طور افقی رفت سر کار، اونم یه راست میده تو رده مدیریت، واقعا نکردم. آقای دکتر یه مقطعی اونم تو سخنرانی خودتون به اصطلاح اقتباس کردم که گفتین همه زندگیتون رو فروختین سر بیماری همسرتون، خدا رحمتشون کنه. خیلی سخت گذاشتم، من پولم نداشتم، بالاخره زندگیمو فروختم، بودن 90 میلیون موقع من هزینه کردم، خب نشد، خیلی خورد شدم، ولی بالاخره باز اون شاید روحیه‌ای که بینی باشه، نوع نگاه به دنیا باشه، آخرت باشه، بالاخره این باعث شد که به نوعی باز برگشتم. و اون دوره چون دوره بود که تو دانشگاه هم بودم، دانشگاه بهم خیلی کمک کرد. برای دکتر یه کار قشنگی میکنی، من بر خودم سواله که این چی میگن تبلیغات تلویزیونی واقعا ته دلیه، مثلا زامن یک معلول شدین که میخواست وام بگیره، یا با بچه های معلول مچ میخوابوندین. خیلی ها وقتا میرم که هیچ کس نیست، خیلی روزای جمعه هم توی این مراکزم که هیچ کس نیست. قدیمی ترین بیل ایران که تبدیل شد به وزیر کار. آقای دکتر قدیمی ترین بیل رو به شما هدیه داده، من نفهمیدم چرا، داستانش چی بود؟ روستایی بودن که تو اون روستا بیل شاید ابزار تولید اصلی روستا بوده، خیلی روستا بیل هست ولی بیل اونجا یه فرهنگ هم بود. من فکر میکنم چون مثلا رقص، حالا میخواستم بگیم رقص یه دفعه تهاجم فرهنگی میشد، حرکت موضوع، نه حرکت موضوع، بابا این رقص چیه رو گیر میدیم آقا اینا 23 بود و چه کارش کردیم بیلر رو اینه تو؟ یه موزه میخوام درست بکنیم، موزه اشتغال، موزه کار، خیلی وقت دنبالشم، میذارمش اونجا. آقا تو دو تا کارت زردم از مجلس گرفتی، اینم بگین دوستان. نه یه دونه گرفتم، یه دونه زدم، دو تا تو این قبلا بوده ولی تو این مجلس فعلا یه دونه گرفتم. تو این مجلس یه دونه قرارم اگه دو تا بگیرم شما میدونی من مجلس هم حقشه، بالاخره میارن فعال میکنن، یعنی بهشون حق میدین کارت زرد رو بدن بهشون. 7 تا سال نه من از نظر خودم حقم نبود واقعا، اصلا به اون سوال کنندم گفتم که به شوخی، حالا بهش گفتم روز قیامت اصلا ربطی به من نداشت این موضوع شما، ولی در مجموع دموکراسی دوست داشتنیه رابطه ما و مجلس. من دارم میخواد راجع به این کارگرایی هم که حقوقاشون پایینه صحبت کنیم، اونایی که به هر حال زورشون نمیرسه سفره‌شون اونطوری که میخوان به چرخونه. سخته، سخته، خبر دارید ازشون؟ بله ما کارگرای رسمیمون 1230 میگیرن، غیر رسمی هم داریم که اجحاف بهشون میکنن. چیکار میکنید براشون انشالله؟ ببینید این واقعا ما بالاخره باید به مرور که هم مراقب باشیم ریزش نشه،
توی برنامه بازه زمانی ما باید این فاصله چقدر مثلا به سال به سال اگر مرز مالی دولت بهتر باشه اونا بهتر باشن میشه بیشتر افزایش داد. آرزوی آقای دکتر ربیعی در دوران وزارتشون چیه؟ وقتی میرم مردم قضاوتی میکنن خوب قضاوت کنن و به عقبم نگاه میکنن دو تا لبخند بیاد بگم چهار تا کار انجام دادم. بی‌تاروفتن جملتون خطاب به مردم یا مسئولین؟ من خیلی یه بار پرسیدین خطاب به مردم خیلی مخلصیم. به خدا هر کاری از دستمون برات در کنار شما هستیم، کوچیک شما هم هست. خب به مسئولین؟ در کنار مسئولانم همه با هم باید ان شاءالله دست به دست هم بدیم. اینجوری نمیشه که همدیگه رو بزنیم. همه باید کنار هم بایستیم. بایستیم و در کنار اون ان شاءالله بتونیم به حل مشکلات مردم همه با هم حرکت بکنیم. خیلی مخلصیم. ممنون. از اینکه امشب هم نگاهاتون رو به 23 هدیه کردید از شما ممنونم. هفته بسیار خوبی در پیش روی داشته باشید. شب خوش تا فردا شب.